رستوران کوچکی در دبی سر و صدای زیادی به راه انداخته. ترسیند استودیو نام این رستوران است که با گنجایش 20 نفر غذاهای هندی را با سر و شکلی فرانسوی سرو می‌کند. این مجموعه در دل رستوران بزرگتری به همین نام در هتل وکوی دبی قرار دارد. امروز به سراغ سرآشپز هیمانشو ساینی آمده ایم تا به ما نشان دهد که غذای محبوبش را چطور درست می‌کند. سرآشپز هیمانشو، بسیار عالی است که با شما هستیم. امروز می‌خواهید طرز تهیه چه غذایی را به ما نشان دهید؟ این غذا کاچوری نام دارد. نوعی دالدس هندی است که ماجرای جالبی دارد، چون مردم ما در هر نقطه و هر خانه هند این غذا را درست می‌کنند و هر کدام هم با مواد اولیه منطقه خودشان. ما این غذا را با لپه زرد و عدس قرمز و برنج درست می‌کنیم. پس حبوبات را نیم ساعت خیس می‌کنیم و بعد می‌پزیم و کنار می‌گذاریم و می‌رویم تا ادویه لازم را تفت بدهیم. مخلوط ادویه مخصوص کاچوری یا همان ماسالا را در روغن حیوانی تفت می‌دهند. سرآشپز کمی زیره و زنجبیل، سیر و فلفل و گشنیز و زردچوبه را تفت می‌دهد و در آخر پیاز و گوجه ریز شده را به آنها اضافه می‌کند. و می‌گذاریم که کمی بجوشد. چقدر باید بجوشد؟ حدود 10 دقیقه باید بجوشد. حالا کمی کره و مقداری آب لیمو رو با کلی گشنیز تازه مخلوط می‌کنیم و بعد با کمی خامه به اینها اضافه می‌کنیم. بعد کمی کاچوری را در کاسه می‌ریزیم. اینجا هم نقشه زیبایی از هند رو داریم که چاشنی‌ها و ادویه‌های رنگارنگ هندی را روی آن چیده‌ایم. همه اینها در غذای ما سهمی دارند، چون هر لقمه‌ای که می‌خورید طعم همان منطقه‌ای را دارد که ادویه خاصش از آنجا می‌آید. اینجا زعفران داریم که از جمو کشمیر می‌آید که یکی از بهترین زعفران‌های دنیا را دارد. این سیب سبز که از هیماچال پرادش می‌آید طعم ترشی خاصی به این غذا می‌دهد. بعد این چاشنی پاپایا را داریم که از گجرات می‌آید. چاشنی دیگر ما سیر است که از ایالت مهاراشترا به دستمان می‌رسد. فلفل سیاه کرالا را هم داریم. و در نهایت ادویه باروتی مدرس که ترکیبی از برنج و عدس و ادویه است و از شهر چنای استان تامیل نادو می آید. پس اگر غذا را خودم درست کنم می توانم هر ادویه‌ای که می خواهم به آن بزنم. بله، هر چاشنی و ادویه‌ای که بخواهید. حتی می توانید هر بار طعم‌های مختلف را امتحان کنید. سرآشپز ما در مجموع حدود 20 نوع چاشنی و ادویه هندی را به غذایش می زند. پس غذای نهایی این شکلی است. بله، اینطوری رنگارنگ است. و اینها را مخلوط نمی کنید؟ هر کدام را جداگانه می چشید؟ هر دو روش ممکن است. می شود اول یکی دو مزه مختلف را جداگانه چشید و بعد برای چند لقمه آخر کار همه را با هم مخلوط کرد. خیلی خوشمزه است. زنجبیلش واقعا تازه است. و طعم سبزیجات و ادویه تازه واقعا خوب است. از این گذشته این غذا را خیلی زنده می کند. انگار که 10 غذای واقعا متفاوت را در یک غذا داشته باشیم. چون هر کدام که ادویه جداگانه ای دارد رویش ریخته شده. بله. بسیار ممنون که تهیه کاچوری را به ما نشان دادید. و فکر می کنم شما هم باید به تریسند استودیو سری بزنید و این غذا را خودتان بچشید.